ها من اینجا بشینم با همیاران صحبت بکنم. در بیرون از ایران این 6 7 میلیون درصدشون خواب واقعا یکیشون من داریم خوب زندگی میکنیم، زحمت کشیدیم و هیچ چیزی هم از ایران نیاوردیم بیرون، یه دا آوردن به هر صورت مالشون بوده، هیچ مشکلی من باشون ندارم. اومدیم در داخل امریکا به خصوص یک سری برنامه‌های تلویزیونی درست شده مثل قارچ سرطانی رویده، هر کسی با هم مشق قهر می‌کنه یا تلویزیون می‌زنه. برای یک نفر این کارو نکرده، تلویزیون آریامه با هم مشق قهر نکرده به تلویزیون بزنه. چرا؟ اون که میاد تلویزیون میزنه 99.9 درصدشون اینا برای بیزینسه، برای کار کردنه. اگر یکی رو شما میدونین که هست بیان روی این خط بگین که آقای مهدی وطن خواه شما اشتباه میکنین، اینا همشون نان پروفیتن. یک دونه است دکتر سعید سکویی، زندگیش رو گذاشته، همه چیش رو واقعا گذاشته، من از نزدیک میدونم، با کمک یه دمیان پرست که من عضو کوچکی از اونا هستم، یک تلویزیونی برپاشت به اسم تلویزیون آریامه، چون هم اسمش آریاییه و پر از مهر آریاست. کی این هر دو رو داشت؟ رضا شاه، محمد رضا شاه، ایران پدر، هم آریایی بود هم پر مهر بود. وقتی از ایران میرفت گریه کرد، وقتی خمینی گرسخته اومد قیافاشو دیدین مثل شم داشت وارد ایران میشد. خبرنگار پرسید با اون قطب‌زاده‌ای که به درک واسهش به دست خود همین رژیم، اش پرسید چه احساسی داری؟ گفت هیچی، هیچ احساسی نداشت، مردم ایران براش مهم نبودن. او یه دل لات لاشه کسافت رو به اسم امت اسلامی میخواست و داشتن و 30 سال برنامه رو ادامه دادن برای ما. در این تلویزیون ها دکتر سکویی زیاد صحبت میکنه، یکی دوتاشون مطرح نیست، همه دارن کار رژیم رو انجام میدن. در داخل ایران مردم نمیتونن موزیک و لنگ و پاچه داشته باشن، خب اشکالی نداره، شما ساتلایت میخرین خیلی هم خوب، سپاه پاسداران بهتون میفروشه و کثافت ترین چیزها رو براتون میفرستن. بشین نگاه کنین، شما میخواین دخترای مکزیک کی از اینا زیادن، یه ویدیو درست میکنن همش یا باسن یا نشون میدن یا دوبی برن از زیر دامن یارو برای شما فیلم پخش میکنن. چرا؟ میگه ما به شما نمیدیم، عمال ما برای شما کار میکنن، شما بشین تماشا کنین. یکی دو تا هم بین غالب کردن، آقا 4 تا کلمه بگو، یه چیزی هم بگو که اینا بکنن مخالف هم ما داریم. و این کاری که 30 سال انجام دادن برای ما، به کجا ما میخوان بریم از اینجا؟ این 30 تا 40 تا تلویزیون بخواید یا نخواهید مزدورند، خود فروختن، در خط رژیم دارن کار میکنن. اگر نیست بیان بگین نیستن. چطور ممکنه منی که این تصویر ایران رو به شما نشون دادم اینا رو به عنوان یک ایرانی، یک ایرانی خیلی ساده داره میبینه، اینا نمیبینن در ایران ما چه میگذره؟ ولی وقتی میگه ما طرفدار براندازی نیستیم و اون سرکرده سپاه دیروز در تلویزیون کانال 11 میاد میگه ما فقط میخوام علف هرزا رو در بیاریم، یعنی چی؟ یعنی این رژیم بمونه، تیغ برنده اسلام در شکم و قلب ملت ایران فرو بره و یک عده امت اسلامی مملکت رو به این روز سیاه بکشونه. و بنشینیم نگاه بکنیم، تلویزیون آریامه رو یه عده ایراد میگیرن، آقای وطنخواه، آقای سکویی شما خیلی داد میزنی، شما فحش میدین. به کی فحش میده؟ مگر شما وقتی در صحنه جنگ هستید قربون صدقه طرف میری آقا خواهش میکنم گولر به من نزن، اون توپتو به من نزن؟ نه عزیز من، جنگه 30 سال ساختیم باشون، از اون رهبران مخالف رژیم گرفته با اون حزبای 4-5 نفری تا 15 نفری بیزینس درست کردن برای خودشون. یک بار برای همیشه ملت، در پایان سخنان براتون میگم واقعا که من به عنوان یک ایرانی توقعم چی هست، چیکار میشه کرد؟ نشستن نگاه کردن، ملایم صحبت کردن. شما واقعا دوست دارین آقای دکتر سکویی از فردا بیان برنامه‌شون خیلی ملایم، ملایم صحبت بکنن، بگن ما براندازی هم نمیخوام، مثل که فایده نداره. 4 تا فرش فروشی هم تلویزیون آریامه باز میکنیم، از این ویدیو هم که شما بعضیاتون ممکنه خیلی دوست داشتین براتون میذاریم و میشیم یکی از اون 40 تا. واقعا هم چیزی از تلویزیون آریامه میخواین؟ نه، فکر کنین یه لحظه بش، یه همچین چیزی میخواین، دوست دارین؟ آقای تلفن کرد، من توی دفتر نشسته بودم، دکتر سکویی برنامه اجرا میکرد، آقا ایشون 3 ساعت میاد برنامه اجرا میکنه، بعدش خب یده میرن اون برنامه نگاه میکنن. اشکال نداره، اینجا چویس دارین، آپشن دارین که کسافت ببینین یا واقعیت رو بشنوین. اگه میخوام به نگاه کنم نگاه کنین، کسی جلوی شما رو نمیگیره، ولی توقع نداشته باشین تلویزیون مردم میهنی بیاد مثل بقیه رفتار بکنه، مثل اونا بشه. یعنی در واقع شما خواستتون هست که تلویزیون آریامه شما مسیر تو عوض بکن، بیا بشه مثل یکی از این کسافتا. این اتفاق نخواهد افتاد. آقا ما کمک نمیکنیم به شما به خاطر این، به خاطر اون. شما کمک نمیکنین، نوش جونتون کمک نکنین.
ولی هیچ دلیل نیست که یک مسیری که درست داره پیش میره مسیرش رو عوض بکنه یا اون خواسته اشتباه شما رو انجامش بده. به نظر من یک ایرانی که آدم بی سوادی هم نیستم، تحت خودم تحصیلات کردم، راه درست مبارزه با این رژیم سازشکاری نیست، مساهمه نیست، قربون صدقه رفتن نیست. باید برای یک دفعه، یک بار، یک شخصیتی پیداش داره حقیقت رو بهتون میگه. باید این کار رو کرد. نکردین، ایشون وظیفه ملی میهنی خودش رو انجام داده. من بعضی وقتا واقعا نگرانش میشم. این آدم وقت نمیکنه دکتر برای چکاپ بکنه برای خودش. فکر نکنید 3 ساعت میاد جلو دوربین میشینه اینجا. از من ایشون 24 ساعت 48 ساعت فکرش گرفتار تلویزیون و برنامه هاش هست. آقای دوباره تلفن کرده بود، ایشون میاد، کسی دیگه نیست. نه عزیزان من، تعداد کاری نمیکنه. کوانتیتی ایت ورث نثینگ، کوالیتی وات ایت داز مادر. کوالیتی برنامه ایشون رو نگاه کنید شما. میشه اینجا دو روزه میشه اینجا رو پر کرد، پر میشه کرد. واقعا بهتون میگم گاربیج میشه ریخت. این چیزی که شما میخواین براتون انرژی بگیرن بشینن و صحبت های بکنن میشه بقیه. نه، این تلویزیون راهش رو عوض نمیکنه. این تلویزیون طرفدار پادشاهی پارلمانیه. از روز اول گفته شده، الان میگه، تا روز آخری هم که باشه ما امیدوارم این تلویزیون در جامع جمع تهران تلویزیون آریامهر پخش بشه. با امیدوارم با کمک ملت ایران و مردم ایران یه مقداری بیدار بشیم، ببینیم واقعیت چی است. یه مقداری باز میگم از اون سطح فکری بسته، نمیگم بسته به معنی توهین‌آمیز، بسته ای که توی یه مسیر مثل بقیه فکر میکنیم، بیایم بیرون. اون جهش رو باید کرد. من به نظر خودم اون جهش رو کردم. یعنی از اون مرز اینکه توی حدی بشینم نگاه بکنم دیگه گذشتم، اونجوری نگاه نمیکنم اصلا. من محتوای صحبت های دکتر سکویی رو میبینم. ایشون یه دیر رو آوردن، متاسفانه مسیر تلویزیون نیست. یه آقای بیکنی تلویزیون تلفن کرد، با هم همکاری بکنید. آقای گوینده که من واقعا متاسفم، پاسخی که داد خط تلفن رو باز نمی کنن. دکتاتوریه، سانسوره. سانسور یعنی چی؟ اگر کسی میاد در این تلویزیون، برنامه تلویزیون مشخص است. این تلویزیون طرفدار نظام پادشاهی پارلمانی در ایران است، طرفدار براندازی رژیم جمهوری اسلامی است. با دین و مذهب مردم ما کاری نداریم عزیزان من. دین چه شخصیه. حالا اگر این دولت جمهوری اسلامی آورده اینو جزء زندگی مردم کرده، ما اینو باید عوضش بکنیم. برین تو خونتون نمازتون رو بخونید، کی جلو شما رو میگیره؟ برین هر کاری از نظر دینی میخواین بکنین. میخوای بهایی باش، مسلمان باش، شیعه باش، کجا ما جنگ شیعه و سنی داشتیم؟ با این دین صبح اصلا دین ما با حال باش کاری نداریم. باید این رژیم برداشته بشه، همونطور که دکتر سکویی بارها گفتن. یک انقلاب فرهنگی میتونه این خساراتی که 1400 سال به خصوص این 30 سال به ما خورده اینا رو درستش بکنه، کرکتش بکنه. به این سادگی نیست با 50 تا بیننده نشستن اینجا به اسلام تو بیدن. عزیز من نمیشه. ما این جمعیت در درون ایران باهاش کار داریم. این ملت شما نمیتونید به هر صورت این جزء خون و استخون و سلولای بدنشون شده. عزیز من به این سا خیلی پیچیده است. شما باید روانشناسی مردمش رو بدونید. دو تا تلویزیون درست میشن، هی فوش میدن و به امام. عزیزان من این هیچ نتیجه نداره جز اثر معکوس در ایران داره. رژیم استفاده میکنه از این، میگه نگاه کنین میخواد ما رو برمون دارن که شما ما معتقدین و من نماینده الله هستم برای شما. این آقایون میخوان بیان این کارا رو بکنن. شما چطور میخواین مردم رو 60-80% مردم رو قانع بکنین؟ نمیتونین. پس بنابراین یه مقدار خط مشخصه. تلویزیون آرامه راهش مشخص کرده. براندازی جمهوری اسلامی، طرفدار نظام پادشاهی پارلمانی بعد از سقوط جمهوری اسلامی، بعد از یک رفراندوم عمومی زیر نظر سازمان ملل و کشورهای دیگه دنیا که مردم چوش داشته باشن، آپشن داشته باشن، بیان بگن چی میخوان. نه اینکه بگیم خب ما میگیم پادشاهی نه، این نیست عزیزان من اصلا. یک گروهی به عنوان طرفداران نظام پادشاهی بسیار هم زیاد، به نظر من 60% 70% اگر نرم بالا بگم 80% میدونن زمان پادشاهی رضا شاه محمد رو چی داشتیم و الان چی داریم. خاطرات خوب همش از اون زمان، شکوفایی ایران، تاج سر دنیا شدن ایران و الان فقر و نکبت و بدبختی و دریوزگی ملت ایران، یک کشور تروریست و 4 تا قطعنامه سازمان ملل که تحریم کردن. تحریم اثر